مستقیم بریم به اسرائیل. همکارم بابک اساقی از اونجا با ماست. بابک، شکی ندارم که رسانه اسرائیلی هم دارن از نزدیک دنبال میکنن، چه میشنوی اونجا در اسرائیل؟ همانطور که می‌بینی هنوز آفتاب در اسرائیل در نیومده. شاید بسیاری از مردم اسرائیل از آنچه که اتفاق افتاده در حال حاضر فرداد بیخبر هستند، اما حدود یک ساعت و نیم پیش بود که صدای تلفن اتفاقا من را از خواب بیدار کرد و تمامی رسانه‌های اسرائیلی، تلویزیون‌ها تلفن میزنند که بپرسند که در ایران چه خبر بوده. در حال حاضر مقامات ارشد اسرائیلی گفته شده که در آنچه که به گودال امنیتی در وزارت دفاع و در حقیقت محلی هستش که تمام مدیریت جنگ از اونجا اصولا انجام میشه، در تل آویو اونجا مقامات ارشد اسرائیلی هستن. به نظر میاد که آقای نتانیاهو، وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، همه در حال حاضر در اونجا هستن و آنچه که اتفاق میفته را دنبال میکنن. گفته شده که از این پایگاه بخش بزرگی از موشک های بالیستیک در اصفهان در آخرین لحظه به سمت اسرائیل شلیک شده بود. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، اسرائیل در این حمله به 9 هدف در داخل ایران حمله کرده. آمریکایی‌ها گزارش می‌دهند که اسرائیل امروز از قبل هم آمریکا و هم متحدانش را مطلع کرده بوده، حتی از چند روز پیش گفته بوده به آمریکایی‌ها حداقل که اسرائیل در این رابطه واکنش نشان خواهد داد. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که اسرائیل بدون ورود به حریم هوایی ایران بر فراز خاک عراق این حمله را انجام داده. در هر حال رسانه‌های ایرانی می‌گویند که هواپیماهای سوخرسان آمریکایی در این عملیات هم شرکت داشتند. اگر این جور باشه به نظر میاد که هواپیماهای F-35 اسرائیلی بودند که این حمله را انجام دادن. در زمان حمله اسرائیل سامانه‌های پدافند ایران بر فراز چندین منطقه فعال شدند. برخی از رسانه‌های ایران تلاش می‌کنند حداقل در حال حاضر که از بعد این حمله بکاهند. می‌گویند که ریزپروازهایی بوده که مورد حمله قرار گرفته و برخی می‌گویند که صدای انفجارها، صدای پدافندهای هوایی بوده. در حال حاضر باید اخبار را دنبال کرد و دید که این صبح جمعه در اسرائیل، 3 روز قبل از عید بزرگ یهودیان، عید پسخ، چگونه خواهد گذشت. همین شب گذشته بود که من گزارش دادم که بنا به گفته مقامات آمریکایی، جمهوری اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران تا بعد از عید پسخ حمله نمی‌کنه. اما همانطوری که می‌بینی فردا در خاورمیانه همه چی لحظه به لحظه تغییر می‌کنه و آنچه که امروز ما شاهد اون هستیم یک جنگ هستش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی. پس از اینکه بیش از 350 موشک و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک شد از سوی جمهوری اسلامی، امروز اسرائیل پاسخ اون را میده. شاید پاسخ محدودی باشه، پاسخی در سطحی که جمهوری اسلامی ایران اون را انجام داد نیست، اما بدون شک یک واکنشی به حمله جمهوری اسلامی است. به نکته جالبی اشاره کردی بابک. اتفاقا در چند روز گذشته که با صحبت میکردیم بارها گفتی که مقامات اسرائیلی حرف از این میزنن که شاید بمانند تا بعد از پایان عید پسح در اسرائیل تا مردم بتونن از این عید لذت ببرن، ولی به نظر میاد که حالا این وعده عملی نشده و حمله رو خیلی زودتر از موقعی که انتظار میرفت انجام دادن. بدون شک وضعیت در داخل اسرائیل حالت آرامش قبل از طوفان بود فرداد، یعنی اینکه مردم اسرائیل بدون شک در نوعی جنب و جوش بودند، در نوعی نگرانی بودند که این چه اتفاقی بالاخره خواهد افتاد. هیچ کسی در خیابان نیست که من را میبینه و میدونه که من در رسانه ها کار میکنم و از من نپرسه که چه خبر خواهد شد، آیا اسرائیل واکنش نشان میدهد، اگر اسرائیل واکنش نشان بدهد جمهوری اسلامی ایران چه میکند. اما در کنار اون تدارکات برای عید پسخ هم ادامه داشت در اسرائیل. فروشگاه ها باز بودند و همه به مسافرت های عید را آغاز کرده بودند.
اما این نگرانی در داخل اسرائیل وجود داشت و مقامات سیاسی و امنیتی در اسرائیل هم هیچ گونه واکنشی به این مسئله نشون نمیدادند. تنها گفته بودند که واکنشی خواهد بود، اما اینکه در چه سطحی خواهد بود این واکنش و چه زمان خواهد بود این واکنش صحبتی نکرده بودند. شکی نیستش که ایالات متحده و شرکای اروپایی او تمامی تلاش خود را به کار بردند که از این حمله اسرائیل جلوگیری بکنند. وزیر خارجه بریتانیا، وزیر خارجه آلمان در اسرائیل بودند در دو روز گذشته و با مقامات اسرائیلی در این رابطه دیدار کردند. شاید این دیدارها باعث شد که تا حدودی از آن درجه و شدت حملات به داخل ایران کاسته بشه، اما همانطوری که میبینی اسرائیل واکنش نشان داده و حالا باید منتظر بود و دید که این پینگ پونگ به کجا می انجامد و آیا امیر عبداللهیان همانطوری که ساعاتی پیش در سازمان ملل اعلام کرد که واکنش ما به حمله اسرائیل لحظه‌ای خواهد بود و نه چند روز و چند ساعت، آیا به این وعده خودش عمل خواهد کرد جمهوری اسلامی و آیا باز به اسرائیل حمله می کند یا نه؟ این سوال بزرگی هستش که در این صبحی که اسرائیلی ها با جنگ با ایران آغاز می کنند وجود داره. ممنونم از تو بابک اساقی از تل‌آویو. در طول شب دوباره سراغ تو خواهیم آمد. بیننده